فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی گفتن که وقتی که از دستگاه خودپرداز کارت به کارت میکنیم یا شارژی میگیریم، مقدار از پول از ما کم میکند، آیا این کار انجام بیدیم یا نه؟ ربا یا بله، این اشکال شرعی ندارد. وقتی که شما یک مبلغی رو حواله میکنید، اون کسی که برای شما حواله میکند چه از صرافی هست یا بانک هست که به بانک مراجعه کردید یا از خودپرداز هست، این اشکال شرعی ندارد یک مبلغی رو به خاطر این تسهیلاتی که به شما داده از شما کم بکند. و این درصد حواله که در واقع یک مبلغ مشخصی از وقتی که حواله میکنند این رو کم میکند، از نظر شرعی اشکال ندارد، در مقابل خدمتی هست که بانک برای شما انجام داده. و همچنین شارژی که خریده می شود، و فکر میکنم این بیننده من بود که در قسمت اول سوالشون بود، وقتی که شارژی رو از یک شرکت مخابراتی مثلا می خرند، این هم در این زمینه هم ربا نیست. به طور مثال شرکت مخابراتی اعلام می کند هر کسی که تا فلان تاریخ 1000 تومان شارژ یا به قول عربی مثلا رسید از من بگیرد، من 2000 تومان بهش مجال میدم که صحبت بکند. این ربا نیست، جایز هست. و این در واقع مانند این است که این شرکت مخابراتی به شما تخفیف داده باشه. نه. اون مکالمه ای که ارزشش واقعیش مثلا 2000 تومان هست، اونو به 1000 تومان به شما فروخته. نه. یا اینکه یک نوع هدیه به شما داده، و هر دو صورتش جایز هست و اشکال شرعی نداره. شما در این زمینه پول رو در مقابل پول نگرفتید. این گونه نیست که شما 1000 تومان به شرکت مخابراتی مثلا داده باشید، 2000 تومان از اون پول گرفته باشید. نه. شما 1000 تومان دادید و 2000 تومان مکالمه گرفتید، یعنی یک منفعتی رو شما در مقابل دریافت کردید، و این جزء ربا نیست و هیچ گونه اشکال شرعی هم نداره.